60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. ترکیه بالاخره تهدیدش برای حمله نظامی به کردهای شمال شرق سوریه را عملی کرد. عملیات با بمباران هوایی و آتش توپخانه آغاز شد. به گفته سوریه دست کم 5 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. آنکارا میگوید که مواضع شبه نظامیان کرد را زده که آنها را تروریست میخواند. ترکیه هدف خود را ایجاد یک منطقه امن در نزدیکی مرزهایش اعلام کرده. اما کردها میگویند غیر نظامیان هم هدف قرار گرفتند. این عملیات پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی غیرمنتظره نیروهای آمریکایی را از منطقه خارج کرد. ترکیه در سوریه به دنبال چیست؟ آیا بشار اسد در حمایت از کردها و دفاع از تمامیت ارضی سوریه وارد عمل می شود؟ تکلیف داعش چه می شود؟ مخصوصا حالا که نیروهای کرد می گویند نبرد با این گروه را متوقف کردند چون نمی توانند همزمان در دو جبهه بجنگند. بیشتر به این موضوعات می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از باران عباسی. باران بمب‌های ترکیه بر فراز شهرهای مرزی سوریه، منطقه تحت کنترل کردها، عملیاتی با همراهی شبه نظامیان متحد ترکیه که خود را ارتش ملی سوریه می‌نامند. رجب طیب اردوغان که سالها انتظار چنین روزی را می‌کشید، در کنار فرماندهان ارشد و اعضای کابینه‌اش عملیات را از اینجا دنبال می‌کند. آقای اردوغان میگوید کردهای مسلح در شمال شرق سوریه تروریستند و مانعی در مقابل صلح. پیامی که اینجا در تماس تلفنی با وزیر دفاعش بار دیگر تکرار میکند. برای قهرمانانمون در عملیات چشمه صلح آرزوی موفقیت میکنم و دست و پیشونی تک تکشون رو میبوسم. مطمئنم نیروهای مسلح ترکیه و ارتش ملی سوریه موفق میشن پکک، یپگ و داعش رو شکست بدن. مأموریت ما واضحه. ما این کانال تروریستی رو شکست میدیم و به جاش یک کانال صلح میسازیم. جنگ ما با غیر نظامی ها نیست. اما کردها که خود نیروی کلیدی در جنگ با داعش بودند میگویند بمب‌های ترکیه مردم عادی را هدف گرفته. این تصاویری است که از روستای مرزی رأس العین منتشر شده. مردمی که در سایه آتش بمب افکن‌های ترکیه از خانه‌هایشان فرار می‌کنند. کردها از آمریکا و متحدانش خواستند منطقه‌ای پرواز ممنوع ایجاد کند تا جان به گفته آنها غیر نظامیان بیگناه را نجات دهد. پیش از آغاز عملیات کردها بار دیگر در اعتراض به ترکیه به خیابان‌ها آمدند. زنان و مردانی که زخم‌های دوران جنگ با داعش بر تنشان تازه است، حالا به درخواست دولت محلی برای نبردی دیگر آماده می‌شوند. مردم ما که تا امروز فداکاری‌های زیادی کردند، باید باز هم آماده فداکاری باشند و جلوی حمله‌های ترکیه بایستند. ما از همه کشورها و همه مردم از هر گرایشی می‌خواهیم با هم متحد بشن و فریاد اعتراضشان را به گوش ترکیه برسانند. اما اعتراض دیگر کشورها تا اینجای کار در تصمیم ترکیه تأثیری نگذاشته. نیروهای زمینی ترکیه چند روزی است در مرز سوریه مستقر شدند. میگویند آمریکا با بیرون کشیدن سربازانش از اینجا به این عملیات چراغ سبز نشان داده. هرچند که رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده اگر آنکارا از خط قرمز او عبور کند، اقتصاد ترکیه را ویران خواهد کرد. دبیر کل ناتو که ترکیه یکی از اعضای آن است، امروز در روم در جریان دیدار با نخست وزیر ایتالیا هشدار داد اقدام آنکارا ممکن است به نفع داعش تمام شود. مهم از کارهایی که منطقه رو بی‌ثبات‌تر می‌کنه، تنش‌ها رو افزایش میده و درد و رنج مردم رو بیشتر می‌کنه، خودداری کنیم. از ترکیه میخوام اقداماتش در شمال سوریه متناسب و سنجیده باشه. نباید دستاوردهایی که در کنار هم علیه دشمن مشترکمون داعش به دست آوردیم رو به خطر بندازیم. لحن اتحادیه اروپا تندتر بوده. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا بازوی اجرایی این اتحادیه از ترکیه خواسته فوراً به عملیات پایان دهد. از ترکیه و همه بازیگران دیگه میخوام خیشتنداری نشون بدن و عملیاتی که همین حالا در جریانه را متوقف کنند. این عملیات نظامی هیچ نتیجه خوبی نخواهد داشت. اگر ترکیه میخواد با این کارش یک منطقه به اصطلاح امن ایجاد کنه، نباید انتظار داشته باشه اتحادیه اروپا هزینش رو بپردازه.
of our Turkish friends. هشدارهایی که به نظر می‌رسد برای ساکنان روستاهای مرزی سوریه کمی دیر باشد. چادرهای آوارگان دوباره برپا شده. صدها هزار غیر نظامی بیگناه سوری که سایه جنگی دیگر بر سرشان سنگینی می‌کند. باران عباسی، بی بی سی. اونور ارم از بخش ترکیه بی بی سی جهانی در استودیو با ماست. خوش آمدی به برنامه. الان وضعیت چطوریه؟ میشه توضیح بدی که از ساعت گذشته که جنگ شروع شده الان در چه مرحله‌ایه؟ ترکیه بمبارون مواضع کردها رو چند ساعت پیش شروع کرد و همچنان داره ادامه میده و ما میدونیم که گزارش هایی بوده که شهرهای مختلفی مثل رسول عین و غیره بهشون حمله شده. ترکیه داره هم از جنگنده های هواپیمای جنگنده استفاده میکنه و همینطور از توپخانه و هم نیروهای دموکراتیک سوریه و هم خبرگزاری آناتولی میگن که تا عمق 30 کیلومتری مرز ترکیه بهش حمله کرده. آیا ترکیه هیچ نگرانی درباره تهدیدهایی که آمریکا علیهش داشت راجع به اینکه سعی میکنه اقتصاد ترکیه رو از پا در بیاره در صورت انجام عملیات نظامی، هیچ نگرانی نداره از این تهدیدها؟ سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز گفتش که صحبت‌های آقای ترامپ یک بحث سیاست داخلی آمریکاست و استدلالشون این بود که او این توییت‌های خشمناک رو کرد برای اینکه در چارچوب سیاست داخلی آمریکا نفع داشته باشه و این موضع ترک‌هاست. اساسا این خواسته ترکیه برای ایجاد اون منطقه امن و منتقل کردن 2 میلیون آواره سوری به این منطقه چقدر از طریق این عملیات به نظر شما دستیافتنیه؟ پرزیدنت اردوغان مدت هاست که خواستار چنین منطقه امنی بوده. در طول عملیات در عراق هم خواستار این بود که ترکیه نقشی رو بازی کنه در داخل ائتلاف به رهبری آمریکا به جای نیروهای دموکراتیک سوریه، اما این اتفاق نیفتاد و بعد همچنان ادامه داد به گفتن این که میخواد که یک منطقه امن یا یک منطقه بدون پرواز، حالا با ادبیات مختلف ازش اسپورت، ولی میخواست منطقه در امتداد مرز ترکیه و سوریه باشه و در نهایت این به مذاکرات مختلفی متعددی با آمریکایی‌ها انجامید و در نهایت این مکالمه تلفنی بین پرزیدنت اردوغان و پرزیدنت ترامپ رو داشتیم و بعد از اون این عملیات رو شروع کردن. متشکرم اونوررم از بخش ترکیه بی بی سی با ما. ما خشایار جنیدی خبرنگار ما از واشنگتن به ما پیوسته. خشایار، میدونیم که مخالفت ها و انتقاد ها در داخل آمریکا به تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن نیروهاش از شمال شرق سوریه زیاد بود. حالا با شروع عملیات ترکیه چه واکنش هایی نشون دادن؟ واکنش های انتقادی زیادی بوده از روی کرد آقای ترامپ، ولی اشاره میکنم اول به بیانیه که کاخ سفید منتشر کرده. به نقل از آقای ترامپ، بیانیه‌ای که بسیار ملایم هست نسبت به ترکیه. آقای ترامپ در این بیانیه گفته که ترکیه یک عضو ناتو به سوریه حمله کرده، ما از این حمله حمایت نمی‌کنیم و به ترکیه هم گفته‌ایم که این اقدام غلطی است. هیچ سرباز آمریکا در محل نیست و از روز اول گفته‌ام که مخالف درگیری آمریکا در جنگ‌های بی‌پایان و بی‌معنی در خاورمیانه هستم. به عبارتی صرفاً گفته که همون حرفایی که قبلا هم گفته بود، هیچ شدت عملی یا درخواستی از ترکیه نشده که خودداری بکنه یا اینکه ادامه عملیات رو متوقف کنه. همین رویکرد آقای ترامپ هست که امروز انتقاد تند لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه از متحدان نزدیک آقای ترامپ رو به همراه داشت که آقای ترامپ رو متهم کرد که متحدان کرد آمریکا رو رها کرده و از مردم خواست که برای کردهای سوریه دعا کنند. دیگر جمهوری خواهان مانند لیز چینی، دختر دیک چینی و عضو فعلی کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه هم انتقاد تندی داشته نسبت به آقای ترامپ. در بین دموکرات ها هم انتقاد های زیادی بوده. البته رند پال، سناتور جمهوری خواه، در بیانیه گفته که آقای ترامپ نشون داد که معنی امنیت ملی رو، منافع ملی رو متوجه هست و اینکه آمریکا نباید درگیر این درگیری ها بشه.
از یک واکنش دیگری هم که داشتیم واکنش آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هست که در بیانیه خودش گفته که ابراز نگرانی کرده، خواستار احترام به قوانین بین المللی و تمامیت ارضی سوریه شده و گفته این گونه درگیری ها راه حل نظامی ندارن و با گفتگو باید حل و فصل بشن. خشایار، بحثایی هم مطرح بود برای اینکه کنگره دست به عمل بزنه و شاید بتونه تصمیم آمریکا رو ملغا بکنه. اونها به کجا رسید؟ البته تصمیم ملغا کردن این هست که ارتش دستور دادن که واکنش نشون نده. آمریکا هم در منطقه 50 تا سرباز داشته در کنار شبه نظامیان کرد که فعلا جابجا شدن. ائتلاف ضد داعش در سوریه 1000 نیرو داره تقریبا. اونطور که مقام های پنتاگون به بی بی سی گفتن هیچ کدام از اینها از سوریه خارج نشدند. اما در کنگره اقدامی که داره صورت میگیره اینه که آقای گرام، سناتور گرام جمهوری خواه، به همراه یک سناتور دموکرات، سناتور ون هولن، طرحی رو دارن به سنا میبرن برای محکومیت شدید این اقدام ترکیه و وضع تحریم ها علیه این کشور. البته هنوز در حد صحبت و گفتگو هست و کنگره هیچ گونه رأی رو در این رابطه به رأی گیری نگذاشته. متشکرم خشایار جنیدی، خبرنگار ما از واشنگتن. اما فوز جرجیس، استاد مسائل خاورمیانه در مدرسه اقتصاد لندن، در استودیو با ما. خوش آمدید به برنامه آقای جرجیس. ترکیه میگه که به دنبال ایجاد یک منطقه امن و منتقل کردن 2 میلیون پناهجوی سوری به داخل خاک سوری است. چقدر فکر میکنید این عملیات راه رو براش باز میکنه که بتونه چنین کاری بکنه؟ خیلی براشون دشواره. در واقع این منطقه امن به احتمال زیاد خیلی ناامن خواهد بود، منطقه تحت آتش خواهد بود، منطقه پرآشوب خواهد بود، برای اینکه جنگ ادامه خواهد داشت، جنگ شدید خواهد شد، شدت خواهد یافت بین ترکیه و کردها. ولی اگر حتی ترکیه موفق بشه این منطقه رو ایجاد کنه، به سه دلیل مشکل خواهد داشت. یک، ترکیه در یک مرداب، در یک باتلاق بهار عرب سوریه گرفتار خواهد شد، مشکلات اقتصادی خواهد داشت ترکیه، همونطور که گزارشگر شما در واشنگتن گفتش که تحریم، خطر تحریم علیه ترکیه هست از جانب آمریکا. و دیگر اینکه شما میدونید که وقتی پناهجوها، آواره ها رو میخواهید منتقل کنید به یک جایی، اونها رو نمیشه به زور به جایی منتقل کرد. بنابراین خیلی از اونها نگران تصفیه قومی هستند و تن نخواهند داد به این جابجایی ها. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم که این عملیات به کجا خواهد رفت، چون هنوز خیلی زود برای قضاوت. تا همین جای کار فکر میکنید که تبعاتش برای کدام بازیگران منطقه میتونه تبعات جدی باشه؟ فکر میکنم الان شرایط خیلی سیال و متغیر باشه، چون از یک طرف پرزیدنت ترامپ یک تصمیم خیلی مهم گرفته و الان وقتی که آمریکا رفته، انگار که یک اتاقی که درش هیچ بزرگسال نیست و همه بچه سال هستند. وقتی که پرزیدنت ترامپ از منطقه خارج شده، در واقع چراغ سبز داده به آقای اردوغان، نه تنها برای اینکه در شمال شرق سوریه منطقه امن رو ایجاد کنه، بلکه در واقع به پرچمدار جنگ علیه داعش بشه. به عبارت دیگر الان ترکیه در یک موقعیت خیلی خوبی هست. البته حتی ایران هم میتونه بیاد بگه که از همسایه خودمون ترکیه خواهش میکنیم که اقدامی نکنن، روسیه هم چنین چیزی میگن. اما تردیدی نداشته باشید که هم ایران و هم روسیه از این موقعیت ترکیه خوشحال هستند، چون وقتی که آمریکا از صحنه خارج شده باشه، ایران و سوریه دو برنده اصلی هستند. برای اینکه ایران میخواد که آمریکا اونجا نباشه و یک جنگی هست بین ایران و آمریکا در حال حاضر. برای ترکیه خیلی خوب میدونه که اگرچه ایران و روسیه به صورت لفظی انتقاد میکنن، اما در عمل اونها هم خوشحال هستند. کلا در مجموع که آمریکا حدود 1000 نیرو در سراسر سوریه داره که میگن 20 تاشون کسان نیروهایی بودن که در این منطقه مرزی بودند و خارج شدن. اگر که تحلیل شما درست باشه، ایران اون خواستش که خروج آمریکا از منطقه است به نتیجه نخواهد رسید از این اقدام.
حق کاملا با شماست. اما چیزی که شاهدش بودیم در چند روز اخیر این بوده که حدود 50 نیروی ویژه آمریکا از منطقه مرزی خارج شدن، از مرز ترکیه و سوریه. هنوز حدود 1000 آمریکایی در اون منطقه، در اون کشور هستن. اما پرزیدنت ترامپ خیلی روشن گفته که ما در حال خارج شدن هستیم. بنابراین وقتی که جنگ شروع بشه، اون وقت شما نمیتونید که پیامدهای اون رو کنترل کنید، برای اینکه ما میدونیم که ترکیه چی میخواد. اگر که نیاز باشه که آمریکایی‌ها اقدام کنند، وارد عمل بشن، آیا پرزیدنت ترامپ به اردوغان تلفن خواهد کرد و خواهد گفت که دیگه بس؟ امید من اینه که آمریکایی‌ها در واقع الان دوباره وارد بشن و سعی کنن که تا حدی پیامدهای این موقعیت جدید ترکیه رو کاهش بدن. من فکر می‌کنم، اگرچه مطمئن نیستم، ولی فکر می‌کنم که ترکیه می‌دونه که این یک عملیات خطرناکی هست. بنابراین شاید چند مایلی، چند کیلومتری داخل سوریه بره، اما خیلی پیشرفت نکنه. فکر کنید واکنش بشار اسد چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه دیروز به هر حال یک چراغ سبزی به کردها نشون داد، گفتش که حاضر اونها رو تحت حمایت خودش قرار بده. فکر می‌کنید که الان واقعا دست به سینه میشینه و اجازه میده که ترکیه وارد خاکش بشه، چنین عملیاتی انجام بده و بشار اسد واکنشی نشون نده؟ شما حتی یک کلمه از اون چیزی که اسد بگه رو نباید جدی بگیرید. اسد الان خیلی راحت اون گوشه نشسته و داره زمان میخره. زمان داره به نفع او میره جلو. او داره به کردها میگه که شما اشتباه کردین، شما روی آمریکایی‌ها قمار کردین، آمریکایی‌ها از شما حمایت نکردن. بنابراین الان فهمیده که کردها در یک موقعیت بسیار بدی هستند. بین دو موقعیت بد قرار دارن، بین چاله و چاه. از یک طرف اسد، از یک طرف ترکیه. و اسد و کردها به هم دیگه اعتمادی ندارن. بنابراین ما نمیدونیم که اگر کردها واقعا مستصل بشن چه تصمیمی خواهند گرفت. کردها از یک طرف نمیتونن از عهده ترکیه بر بیان و از طرف دیگر اسد تصمیم گیرنده اصلی نیست. پرزیدنت پوتین و روسیه هستن که تصمیم میگیرن و روسیه، پرزیدنت پوتین و اردوغان الان رابطه خیلی ویژه‌ای دارن. میلیاردها دلار مبادلات از جمله تسلیحاتی با هم دیگه داشتن. سلاحایی که روسیه به ترکیه فروخته، موشک‌های S-400. بنابراین اسد الان صبر میکنه تا ببینه که در پایان بین کردها و ترکیه چه اتفاقی خواهد افتاد. متشکرم فواد شرجس، استاد مسائل خاورمیانه در مدرسه اقتصاد لندن.